ابزار بعدی که قصد آموزش اون رو داریم ابزار بافر هست. بافر در لغت به معنی حریم و به منظور ایجاد نقشه های حریم حول عارضه هاست. به عنوان مثال شاید قصد داشته باشید حریم یک جاده رو بررسی کنید و یا حریم یک عارضه خاص رو با یک سری فواصل مشخص بر روی نقشه ها مشخص کنید. برای این کار میتونید از این ابزار در بخش ژو پروسسینگ و بافر یا با استفاده از گزینه سش اون ابزار رو فراخونی کنم. بافر برای استفاده از این ابزار لایه تحت عنوان ولز در نظر گرفته شده، موقعیت یک سری چاه های فرضی هست. من قصد دارم حریم حدود 300 متری هر عارضه چاه رو مشخص کنم که ببینم کجاها درون فواصل 300 متری یک چاه قرار میگیره و کجاها بیرون این فاصله. این کارها ممکنه در پروژه های مثل مکانیابی ها بسیار حائز اهمیت باشه. دقت داشته باشید که این عارضه عارضه نقطه‌ای هست که به صورت یک سیمبولوژی خاص ولز در نظر گرفته شده. در ابزار بافر در بخش اینپوت فیچرز باید لایه ورودی رو معرفی کنیم، لایه‌ای که قصد داریم حریم ما بر اساس اون ایجاد بشه. در قسمت اوتپوت فیچر کلاس مسیر خروجی این لایه مد نظره که من نامش رو فقط تغییر میدم و به ویلز بافر یک پسوند شماره میتونید در نظر بگیرید. ممکنه کارتون دارای آزمون و خطاهای متعددی باشه که بخواید فواصل مختلف حریم رو در نظر بگیرید یا میتونید از فاصله حریم در عنوان یک فایل استفاده کنید. به عنوان مثال ویلز باف اندرلاین 300 ام که معرف فاصله بافر 300 متری هست. اما یک گزینه در پایین قسمت آوتپوت به عنوان دیستنس مشاهده میشه. شما میتونید به دو طریق فاصله حریمتون رو در نظر بگیرید. یکی از حالات لینیر یونیت هست، به این منظور که میتونید با معرفی یک فاصله کاملا مشخص به عنوان مثال 300 متر یک حریم یکسان برای تمامی عارضه های نقطه ایتون در نظر بگیرید. یعنی من قصد دارم حریم 300 متری رو نسبت به هر یک از عارضه های نقطه ای در نظر بگیرم و هیچ تمایزی بین لایه ها قائل نیستم. در این قسمت در بخش لینیر یونیت عدد و در این بخش واحد مورد نظر رو انتخاب میکنید. دقت داشته باشید که در این امور خیلی بهتره که من لایه اولیه من حالت متریک داشته باشه. این لایه به صورت متریک و UTM زون 38 تهیه شده و قبل از اینکه این عدد 300 رو اینجا ثبت کنم میتونم از ابزارهای مثل میجر استفاده کنم که ببینم آیا این فاصله 300 متری خیلی زیاده یا خیلی کمه، که میتونم بر روی یکی از نقاط کلیک کنم و یک فاصله خطی در نظر بگیرم. دقت کنید فاصله مورد نظر در این بخش نوشته میشه. به عنوان مثال یک فاصله 300 متری حدود یک همچین فاصله هایی شاید باشه. خب اگر یک فاصله 1.5 کیلومتری در نظر بگیرم هر بافر به این شعاع تعریف خواهد شد. این ابزار رو میبندم و فاصله 300 رو برای این کمی واضح تر دیده بشه به 400 تغییر میدم. در عنوان هم این تغییر رو لحاظ میکنم. قبل از اینکه اوکی کنم از ادیتور استارت ادیتینگ رو فعال میکنم و گزینه اوکی رو فشار میدم. همونطور که در تصویر مشاهده میکنید لایه تحت عنوان ویلز باف 400 متر حول ویلز یا لایه چاه های اصلی من ایجاد شد. اگر لایه ویلز رو بردارم شما محدوده های پولیگونی و چند ضلعی رو مشاهده میکنید که دقیقا معرف مناطقی هست که در فاصله کمتر از 400 متر
نسبت به عارضه های چاه و ولز تعریف شده. پس به این طریق در منطقه مطالعه من میدونم تمام جاهایی که به رنگ آبی میبینم معرف این مناطق هست. در این حالت مشاهده میکنید که تمام فواصل بافر خورده یکسان هست، اما حالت دیگه ای هم وجود داره که شما میتونید برای هر عارضه فاصله متناسب با اون رو تعریف کنید. برای این کار من از قبل ستونی رو در اطلاعات توصیفی ولز ایجاد کردم تحت عنوان بافر، که این ستون معرف فاصله هایی که من قصد دارم نسبت به هر عارضه بافر بزنم و حریمی و متناسب با هر یک از اونها ایجاد کنم. برای این کار کافیه تنها یک ستون عددی ایجاد کنم و عددهای مورد نظرم رو تعریف کنم. در این حالت دیگه نیازی نیست که از گزینه لینیر یونیت استفاده کنید و یک عدد واحد به کار ببرید. تنها کافیه که عددهاتون رو در جدول توصیفی اون لایه قرار بدید و در بخش فیلدز اونها رو فراخونی کنید. پس من مجدداً در قسمت Input Features لایه Wells رو انتخاب میکنم، در قسمت Output Features اسمش رو Wells Underline Buffer Underline Field میذارم، یعنی بافر من بر اساس فیلد توصیفی هست، و در قسمت Distance اون فاصله مورد نظر رو از فیلد و اون ستون اطلاعاتی من درخواست میکنم. در قسمت فیلد لازمه که اون ستون توصیفی رو براش تعریف کنید که ستون بافر ستون مورد نظرم هست، و میتونید گزینه‌های آپشنال و پیش‌فرض دیگه رو به همین حالت رها کنید. من حالت اختیاری بعدی رو به همون حالت پیش‌فرض خودش تعریف میکنم، نمیذارم که تغییراتی ایجاد بشه چون قصد دارم تمام اطلاعات توصیفی خودم رو هم درون لایه بافر خورده داشته باشم، پس تغییر در عبارات پایین ایجاد نمی کنم. تنها یک نکته در اینجا بسیار حائز اهمیته، اینکه در حالت بالا شما عدد رو تعریف می کرد و واحدش رو اینجا انتخاب می کرد، اما در حالت پایین که فیلد هست شما واحد رو انتخاب نمی کنید و فقط اعداد از ستون توصیفی بافر خونده خواهد شد. اما اینکه این عددها به چه واحدی هستند برمیگرده به اطلاعات توصیفی خود لایه ولز. بسیار دقت داشته باشید که اطلاعات توصیفی ولز از چه سیستمی پیروی میکنه، پس اعداد شما هم به اون واحد خواهد بود. چون این حالت برای لایه UTM فرض شده، پس عددهای من به صورت واحد متریک خونده خواهد شد و به فرض برای پوینتی با FID 0 بافر 100 متر خورده خواهد شد. جدول رو میبندم. تمام این قسمت ها از نظر من اوکیه. از قسمت ادیتور گزینه ولز رو انتخاب میکنم و اوکی رو فشار میدم. خب همونطور که در اینجا مشاهده میکنید، اگر من لایه ولز رو از حالت نمایش خارج کنم، بافرهایی که در این مرحله خورده شد کاملا با سایزهای متفاوتی هست. شعاع این فایل های حریمی دقیقا بر اساس ستون توصیفی فیلد و فیلدز بافر در نظر گرفته شده، و در اون اطلاعات توصیفی این لایه هم اون ستون بافر ثبت شده و اطلاعات توصیفی دیگری مثل اون ایریا یا مساحت این حریم اگر به صورت لایه های نقطه ای و در نهایت چند ضلعی باشند، حریم ها به صورت دایره در میاد و اون مساحت کاملا در جدول توصیفیش ثبت خواهد شد. پس این هم نحوه بافر گرفتن از لایه های برداری اما با فواصل یکسان و فواصل متغیر. اگر برگردم سراغ لایه بافر 400 متری، همونطور که میبینید حریم‌های هر عارضه نقطه‌ای ممکنه در عارضه دیگری ادغام بشه. به عنوان مثال چون اینجا تراکم چاه‌های من بیشتر بوده، بخش حریم اونها هم در همدیگه
ادغام شده و شاید اگر بخوام این نقشه رو به عنوان نقشه حریم 400 متری ارائه بدم ظاهر خیلی جالبی نداشته باشه. معمولا ابزاری که بعد از بافر استفاده میشه ابزاری هست تحت عنوان دیسولو. این ابزار همکاری های تنگ و تنگی با ابزار بافر داره و معمولا خروجی های بافر وارد این ابزار میشن و تغییرات بعدی برای اونها لحاظ میشه. کاری که ابزار دیسولو انجام میده اینه که شکستگی ها و مرزبندی های درونی لایه ها رو از بین میبره و اگر لایه‌ای به این صورت داشته باشید که در همدیگه ادغام شده باشن اونها رو قسمت های ادغام شده شون رو در نظر نمیگیره و فقط محیطی ترین خطوط اونها رو همطور که میبینید موس من داره حرکت میکنه خطوط محیطی این لایه در نظر گرفته میشه و این مرزبندی های درونی کاملا از بین خواهند رفت. دقت داشته باشید من در ایجاد یک نقشه حریم چی برام مهمه؟ معرفی اون محدوده هایی که در حریم من جای میگیره اهمیت داره، نه اینکه هر کدوم این حریم ها چه مساحتی دارن یا اینکه به صورت قطعه قطعه بخوام اونها رو ببینم. پس بهتره که از ابزار دیسولو استفاده بشه، در قسمت اینپوت لایه بافر خورده ولز باف 400 متر معرفی بشه و در قسمت آوتپوت مسیر خروجی رو من به عنوان بافر دیسولو در نظر میگیرم و گزینه های آپشنال رو هیچ تغییری نمیدم تا این مرزبندی ها از بین بره. ادیتور فعال هست، ابزار سولوینگ رو به کار میگیرم و همونطور که مشاهده میکنید لایه بافر دیسولو لایه خواهد بود که دیگه خبری از اون مرزبندی های درونی نیست. اگر دقت کنید محیطی ترین خطوط لایه چنزلی قبلی برای این لایه در نظر گرفته شده و اون مرزبندی های داخلی از بین رفته و به گونه ای تغییر کرده که من اگر در لایه قبل هر عارضه رو به صورت مجزا میتونستم انتخاب کنم، حالا در لایه بافر دیسولو اگر یکی از اونها رو انتخاب کنم تمام اونها انتخاب میشه و این برای ایجاد نقشه های حریم به نظرم مطلوب تر هست نسبت به حالت قبل و در ایجاد نقشه های خروجی هم از ظاهر بهتری میتونید استفاده کنید و اونها رو در نقشه های خروجیتون لحاظ کنید.